سلام، من زهرا هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوام درباره یک قانون جدیدی که کانادا گذاشته و موقتی هم هستش در خصوص ایرانی ها به خاطر اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده صحبت بکنم. بریم. اولین نکته که وجود داره این، حالا اگه بگیم اسمشو قانون ولی خودشون دارن میگن پالیسی، اولین نکته که وجود داره این هستش که این پالیسی تا آخر فوریه 2024، یعنی 28 فوریه 2024، میتونه اجرایی باشه. بر اساس این پالیسی ایرانی هایی که داخل خاک کانادا هستن به صورت موقت، نه دائمی، به صورت موقت توی خاک کانادا هستن، میتونن برای این مواردی که میگم بدون هیچ هزینه ای درخواست بدن. حالا این موارد چیا هستن؟ یعنی برای چه چیزایی شما که توی خاک کانادا هستید میتونید درخواست بدید؟ اول اینکه اگر که به صورت موقت اینجا هستید، که اصلا باید به صورت موقت اینجا باشید، میتونید بازه زمانی اقامت موقتتون رو اکستند بکنید، یعنی بیشترش بکنید و این درخواست رو برای شما انجام بدن. دوم اینکه اوپن ورک پرمیت بگیرید، یعنی اجازه کار کردن توی کانادا رو در واقع دریافت بکنید. و سومی هم استادی پرمیت هستش، یعنی اجازه درس خوندن رو دریافت کنید. کسایی که شهروند کانادا هستن و اجازه زندگی دائم، یعنی پرمننت رزیدنسی کانادا رو دارن ولی توی ایران هستن، اینها هم میتونن برای این داکیومنت یا مدارکی که میگم بدون هیچ هزینه ای درخواست بدن. حالا برای چه مدارکی؟ مدارک رو میگم، ولی اصلا چرا این کار رو میتونن بکنن؟ به خاطر اینکه بدون هیچ مشکلی بتونن سفر بکنن. یکی از اینا limited validity Canadian passport هستش، Canadian citizenship certificate هستش، که در واقع یه مدرکی هستش، یک داکیومنتی هستش که شما شهروند کانادایی هستین. یکیش هم permanent resident travel document هستش. حالا هر کدوم از این موارد چی هستن؟ limited validity Canadian passport احتمالاً منظورش این هستش که بهشون یک، به جای اینکه پاسپورت مثلا 5 ساله بدن 2 ساله میدن، limited validity میدن. حالا اینکه این دقیقاً چی هستش رو باید بیشتر خوند و سایتو بیشتر مطالعه کردش ببینیم که دقیقاً منظورشون چی هستش. Canadian citizenship certificate هم که گفتم permanent resident travel document، یعنی یک travel document بهشون میدن که کلن واسه کسایی که سیتیزن کانادا یا شهروند کانادایی هستن یا پرمننت رزیدنت هستن و کارت اقامت دائم کانادا رو دارن، این قانون رو گذاشتن برای اینکه راحت‌تر بتونن سفر بکنن، خصوصا واسه کسایی که این شرایط دارن و توی ایران ساکن هستن. الان اول ویدیو اگه یادتون باشه گفتم که باید واجد شرایط باشن افرادی که میخوان برای این موضوع اپلای بکنن. یه سری از این موارد هم دست اون آفیسری هستش که پرونده شما رو بررسی میکنه. با توجه به چیزایی که توی این قانون، یا قانون که نه، پابلیک پالیسی بهش میگه، قید شده، آفیسر میتونه از یک سری آیتم ها شما رو معاف بکنه وقتی که داره پرونده شما رو بررسی میکنه. از در واقع از یک سری قوانینی که آیدنتیفای شده و توی خود سایت گورنمنت یا دولت هستش میتونه معافتون بکنه اگر که توی این چند تا موردی که الان میگم شما قرار بگیرید. اولش این هستش که شما ملیت ایرانی دارید و با یک استاتوس موقت وارد کانادا شدید، یعنی موندنتون توی کانادا موقتی هستش، دائمی نیست، و در این حال هم درخواست دادید برای اینکه بازه زمانی اقامت موقتتون رو توی کانادا اکستندش بکنن، یعنی بیشترش بکنن، که حالا اینم توی سکشن 181 قانونشون جزئیات بیشترش رو میشه پیدا کرد. مورد دومش این هستش که شما ملیت ایرانی دارید و به صورت موقت توی کانادا دارید زندگی میکنید و اومدید چیکار کردید؟ درخواست دادید برای اینکه توی کانادا به صورت موقت بمونید، که قانونش میره توی سکشن 181 رگولیشن خود دولت، یا درخواست دادید برای temporary
resident permit یعنی اجازه اقامت موقت، تا اینجاش شبیه به مورد اول بود، ولی این قسمتش که اضافه میکنم الان فرق مورد قبلی با این مورد هستش. و درخواست دادید برای work permit یعنی برای اجازه کار، که این هم توی سکشن 200 یا 201 قوانین مرتبط میشه جزئیاتش رو بیشتر پیدا کرد. مورد سوم، شما یک ملیت ایرانی دارید و توی کانادا به صورت موقت اقامت دارید و درخواست دادید برای اینکه این دوره کوتاه مدت یا موقتی که توی کانادا هستید رو اکستندش بکنید، یا temporary resident permit هستین یعنی به صورت موقت اجازه اقامت دارید، که بازم تا اینجا شبیه مورد اوله. حالا این قسمتش که الان اضافه میکنم فرقشو میگه. و درخواست دادید برای استادی پرمیت. استادی پرمیت یعنی اجازه تحصیل کردن. این پابلیک پالیسی که الان ازش صحبت میکنیم از روزی که شروع کردن به عملی کردنش، هر پرونده‌ای که تحت چتر این مواردی که گفتم قرار بگیره قابل بررسی هستش تا 28 فوریه 2024. ولی آخر این پابلیک پالیسی که الان دارم ازش صحبت میکنم یک جمله اومده قید شده که میگه که This public policy expires on February 28, 2024، یعنی تا 28 فوریه 2024 عملی میتونه باشه، ولی در ادامهش میگه که and may be revoked at any time without prior notice، یعنی که بدون هیچ اطلاع قبلی میتونه کلن باطل بشه. پس این حالت هم هستش، یعنی ممکنه فردا بدون اینکه هیچ اطلاع قبلی بدن کلن بگن که اصلا دیگه همچین چیزی وجود نداره. توی هر روزی قبل از 28 فوریه 2024، یعنی از الان تا 28 فوریه 2024، این میتونه کلن باطل بشه. پس اگر که میخواید درخواست بدید، میخواید اپلای بکنید برای این پابلیک پالیسی، هرچه زودتر این کارو بکنید خب بهتره. این که میگه که تا 28 فوریه 2024 این پابلیک پالیسی وجود داره به این معنی نیستش که میتونید روز آخر براش درخواست بدید، نه، هر روزی میتونه این کلن باطل بشه. پس اگر که شما شرایطشو دارید طبق چیزایی که الان توضیح دادم، میخواید در واقع اون استاتوستون رو یا اقامت موقتتون رو تبدیل به ورک پرمیت بکنید یا اقامت کوتاه مدت و موقتتون رو اکستندش بکنید، یعنی بازه زمانیش رو بیشتر بکنید، یا اگر که میخواید این رو تبدیل به استادی پرمیت بکنید و اجازه تحصیل کردن توی اینجا داشته باشید، الان خیلی موقع مناسبی هستش که این کار انجام بدید تا خبر جدیدی نشده و طبق جمله آخرشون هم که گفتم بدون اطلاع قبلی میتونن این رو غیر اجرایش بکنن. پس فرصت مناسبی هستش که ازش استفاده بکنید اگر که شرایطش رو دارید و میخواید. من لینک این خبر رو که از سایت خود گاورنمنت هستش توی دیسکریپشن میذارم، اگر که میخواید بهش رجوع بکنید بخونیدش و قسمت های دیگرش هم بررسی بکنید و ببینید، و اگر که شرطشو دارید براش درخواست بدید، چرا که نه. و همیشه هم یادتون باشه وقتی که کارهای مهاجرتی یا هر کاری که نیاز به یک تخصص داره میخواید انجام بدید، رفرنس ها، سورس ها، منابع اطلاعاتیتون جزء مواردی باشه که موثق هستن. مثل این موردی که من الان براتون توضیح دادم، من رجوع کردم به سایت خود دولت و لینکشو توی توضیحات براتون میذارم. اگر که شما برای این پابلیک پالیسی اپلای کردید، درخواست دادید، تجربه ای دارید یا از کسی چیزی شنیدید، برام توی کامنت ها حتما بنویسید که بقیه هم بتونن از این تجربیات استفاده بکنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر که فکر میکنید برای کسی دیگه میتونه مفید باشه حتما باهاش شیر بکنید و این اطلاعاتو در اختیارشون بگذارید، شاید کسی بتونه از این فرصت استفاده بکنه. مرسی از حمایتاتون، مرسی از لایکاتون، کامنتاتون. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیوهایی که براتون تهیه میکنیم و میبوسمتون و میبینمتون تو ویدیوهای بعدی.